همراه هستیم با آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا. سلام، خوش آمدید. آقای رئیس‌زاده، چرا طالبان فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را روز به روز بیشتر می‌کند؟ با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدی. در ابتدا باید بگویم که طالبان به دنبال کنترل اطلاعات و روایت‌های منتشر شده است که نه تنها اخباری که مطابق با منافع و ایدئولوژی آنهاست به دست مردم برسه، حتی این را کنترل میکنن که تا تصویر مثبتی را از خود در جامعه افغانستان و جامعه جهانی ارائه بدن. و از انتشار اخبار منفی یا انتشار اخباری که مخالف ایدئولوژی طالبان باشه جلوگیری میکنن. از جانب دیگر رسانه ها میتونن که مردم را آگاه کنند و به بسیج اجتماعی و اعتراضات منجر شوند. طالبان با سرکوب رسانه ها از یعنی اطلاعات که میتونه باعث افزایش نارضایتی و مخالفت عمومی شود، طالبان جلوگیری میکنند. و همچنین باید بگویم که رسانه ها ممکن است که اطلاعات را منتشر کنند که به ضرر عملیات نظامی و استراتژیک طالبان باشد. با کنترل و سرکوب رسانه ها توسط طالبان تلاش میکنه که این خطرات را به حد اقل برسانه. بله، شما چه اقداماتی را برای حذف یا کاهش فشارهای طالبان به رسانه ها پیشنهاد میکنید؟ در قدم اول سازمان های بین المللی و کشورهای حامی حقوق بشر باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی را بیشتر بکنند به طالبان تا حقوق خبرنگارا و رسانه ها رعایت شود. قدم بعدی هم به نظر من این است که ارائه آموزش های لازم به خبرنگارها برای کار در شرایط خطرناک و استفاده از فراوری های امن برای ارتباطات میتونه که کاهش خطرات کمک کنه. و همچنین تامین تجهیزات حفاظتی هم برای خبرنگارا در طول جذب خبرشان یا نوشتن خبرشان یا محل آگاهیشان یا محلی که اینا میرن خبر تهیه میکنن، باید این تجهیزات برای اینا داده شود. در ادامه باید بگویم که توصیه و حمایت از پلتفرم های دیجیتال و آنلاین که تحت کنترل مستقیم طالبان نیست، میتونه که به ادامه جریان اطلاعات خبرنگارا کمک کنه. این پلتفرم‌ها میتونه که شامل رسانه‌های اجتماعی باشه، شامل وبسایت‌ها باشه و شامل اپلیکیشن‌های خبری باشه. البته که مستندسازی دقیق و انتشار گزارش‌های نقض حقوق بشر توسط طالبان هم میتونه به جلب توجه جهانی و افزایش فشار بر طالبان کمک کنه. این گزارش‌ها باید به سازمان‌های حقوق بشر و رسانه های بین المللی فرستاده شود تا فشار بیشتر علیه طالبان صورت. ممنونم از شما آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا.